پادشاهان قاجار با مسافرت‌های مکرر به فرنگ شیفته طرز لباس پوشیدن زنان فرنگی شدند و کم کم زنان حرمسرا رنگ و لعاب زنان اروپایی را گرفتند. میگویند ناصرالدین شاه قاجار در مسافرت به روسیه با مشاهده بالرین‌ها چنان تحت تأثیر قرار گرفت که دستور داد زنان حرمسرا مانند آنان لباس بپوشند. خوشگذرانی‌های سران قاجار رفته رفته ضعف و ناتوانی آنان را در اداره امور کشور بیشتر کرد و این خود راه نفوذ بیگانگان در ایران که در رأس آنها انگلیس بود را هموار می‌کرد. اواخر قرن 19 دوره باشکوهی برای انگلیسی‌ها بود. انگلیس کنترل بشدن 15 ساله سلطنتو. در روسیه همسایه ایران اوضاع بسیار آشفته بود. حال که حکومت کمونیستی بر روسیه حاکم شده بود، بهترین زمان برای بست امپراتوری قدرتمند انگلیس بود. خب نقش انگلیسی هم بود دیگه، نقش کسیه نبود. استعمار پیر چه خوب می دانست که در شرق خصوصا ایران مورد نفرت مردم است. چه خوب می دانست که با وجود این نفرت مداخله مستقیم او در ایران راه به جایی نمی برد. و ما در کدام خواب خرگوشی بودیم وقتی چرچیل وزیر مستعمرات وقت دستور دنبال کردن سیاست نامرئی را در ایران داد. چرچیل صلاح را در آن می‌دید که با توجه به اوضاع و احوال ایران، دولت انگلستان از مداخله مستقیم در امور ایران دست کشیده و مقاصد خود را به وسیله عمال بومی دنبال کند. این گونه بود که آنها رضاخان میرپنج را برگزیدند. مأموریت اینها این بود که با استفاده از قدرت نظامی و خشونت و قلدری رضاخان تغییراتی رو که نتونستن از طریق روزنامه ها، مطبوعات و تبلیغاتی که انجام میدادن محقق بکنن، از این طریق به اون برسن. برای همین قبل از کودتا اساسا اینها تلاش کردن یک مقوله‌ای رو به نام دیکتاتوری منور جا بندازن، به این معنا که ما احتیاج به یک فرد دیکتاتوری داریم که اصول تجدد و مدرنیته رو در ایران محقق بکنه. به عبارتی میشه گفت به زعم اونها مردم ایران با زبان خوش اصول تجدد رو نمیپذیرفتن و میبایستی با زبان زور با اونها سخن گفت. میگویند هنگامی که اسکندر ایران را فتح کرد به یکی از فلاسفه یونان نامه‌ای نوشت و در آن متذکر شد: کشور پهناور و متمدن و ثروتمندی را فتح کردم و ارتش من قادر نیست برای مدت مدیدی استیلای خود را حفظ کند و بر این مردم حکومت کند. لطفاً راه حلی بیندیش و ما را از افکار فیلسوفانه خود بهره‌مند ساز. فیلسوف در جواب اسکندر نوشت: افرادی بی‌شخصیت و پست را بر آنان مستولی کن و وسایل فقر عمومی را فراهم نما تا آن افراد به طمع جاه و مقامی که برخلاف استحقاق و لیاقت خود به دست آوردند در نوکری و فرمانبرداری تو صمیمی باشند و ملت گرسنه هم به جز تأمین معاش در صدد اقدام دیگری برنیایند. رضاخان خیلی زود با کمک انگلیسی ها فرمانده روسیه قزاقان را عزل نمود و خود جای او را گرفت. او در شب سوم اسفند 1299 شمسی به همراه نیروهایش به تهران وارد شد و به تدریج وزارت جنگ، فرمانده کل نیروهای نظامی، نخست وزیری و پادشاهی را تصاحب کرد. رضاخان کار خود را با تظاهر به اسلام دوستی و علاقه به خواندن عصمت و طهارت آغاز کرد. رضاخان سعی کرد با فریبکاری و نوعی تظاهرات مذهبی که بیشتر در قالب حضور در دستجات عزاداری خودش رو نشون میداد و یا اظهار ارادت نسبت به علما و مراکز دینی، بتونه این دوران گذار رو، یعنی از کودتا تا نخست وزیری، از نخست وزیری تا سلطنت رو طی بکنه. او در اواخر دوران نخست وزیری خود در آبان 1304 دستور تعطیلی کلیه دکانهای مشروب فروشی و قمارخانه‌های سراسر کشور را صادر نمود. اما پس از رسیدن به قدرت و پادشاهی دیگر نیازی به پنهان کردن چهره اصلی و حفظ نقاب خود نمی‌دید. لذا
جریان تجدد طلبی که از سالها پیش کلید خورده بود شدت بیشتری یافت. تغییر ساختار فرهنگی جامعه یک نیاز دولت انگلیس بود در اون مقطع تاریخی، به خاطر اینکه اون احساس میکرد بدون این تغییر فرهنگ دولتی که او بر سر کار آورد امکان مدیریت جامعه را نداره. رضا شاه سعی در ایجاد دگرگونی های عمیقی در عرصه های مختلف از جمله صنعت، رفتارها و ارزش های اجتماعی داشت، اما همانند دیگر متجددان تنها به کپی برداری از غرب قانع بود. کم کم مقالاتی با موضوع آزادی زنان در مطبوعات چاپ شد و همزمان قانون‌های مختلف زنانه نیز برای آشنا ساختن زنان با حقوق به اصطلاح از دست رفتشان راه اندازی شد. مهمترین واقعه آن روزها ورود همسر رضا شاه به همراه عده‌ای از زنان درباری با پوشش غیر مرسوم و زننده به حرم مطهر حضرت معصومه در قم بود. آنان در نوروز سال 1306 که مقارن با دهه سوم ماه مبارک رمضان بود، برای زیارت و تحویل سال نو به حرم مطهر وارد می‌شوند. خشم عمومی از این جسارت سر تا سر قم را فرا می‌گیرد. ایام عید بود، سال تحلیل بود، شب دیگرش افته بود که به حرم حضرت معصومه بی حجابی، یعنی چی؟ بی حیا، بی احترامی. با اعتراض برخی از مؤمنین و در رأس اونها مرحوم آیت الله بافقی مواجه میشن. روحانی به نام حاج شیخ محمد تقی بافقی برای خانواده شاه پیامی میفرستد: اگر مسلمان هستید نباید با این وضع به حرم بیایید، و اگر مسلمان هم نیستید باز هم نباید با این وضع در اینجا حاضر شوید. وقتی اختار او مورد بیتوجهی واقع می شود، به شخصاً به حرم آمده و از خانواده رضا شاه می خواهد که حرم را ترک کند.